با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و هشتم از ماه فوریه. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هست. محور سخن ما در باب مغالطات هست و گاه بس به جاهای دیگر هم میکشد. اجازه بفرمایید که غزل کوتاه از خواجه حافظ بزرگ به شما تقدیم کنم. هموطن عزیز، بله، میفرماید: ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر، زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر، قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر. قلب یعنی در واقع سکه تقلبی که وقتی اکسیر بهش بزنی تبدیل میشود به طلا. اکسیر در واقع اون چه کمستری گفته میشه و شیمی، اینا از اونجا آغاز شد که گروهی بران شدن که میشود چیزی ساخت که بر اثر مالش اون به مس طلا بشود، که البته امر غیر ممکنی بود و در این رهگذر کشفیات بسیار شد، بسیاری اسیدها کشف شد، بسیاری مواد شیمیایی کشف شد توسط این شیمیدانان. یکی از مشاهیر شیمیدانان ما محمد ابن زکریای رازی است که دو کشف به اون منتسب هست، یکی اسید سولفوریک، یکی هم الکل، یکی هم البته در بعض کارها دیدم من به دست آوردن روغن گل سرخ، همین چیزی که عطر قمصر میگوییم و کاشان، که یک ماده چربی است، 10-12 ماده پیچیده شیمیایی است در دل گل سرخ، اونم به محمد ابن زکریا مربوط است. بسیار بودن و این رو بهش اکسیر میگفتن، که البته این داستان تا همین عصر جدید ادامه داشته است. در ایران شیخ میرزا ابراهیم، عرض کنم که همسایه ما و خیش ما بوده است که من ایشون رو ندیدم، با فرزندانش خیشان من بودم، همبازی بودیم، هم این کار رو میکرد، مشغول بود به کیمیاگری و امیر مفخم خان بزرگ بختیاری او رو برده بود، چون امیر هم دوست میداشت این کار رو، بله، که این کار انجام بشه. نمیشد، اونا نمیدانستن که خاصیت فیزیکی و شیمیایی یک فلز بستگی به ساختار اتمی و تعداد اتم‌های در واقع خارج دور اول هست که این خاصیت رو معلوم میکند. و چند سال پیش دانشگاه هاروارد آمد به احترام شیمیدان‌ها با تشعشعات اتمی مقدار اندکی، عرض کنم که یا جیوه بود یا یک فلز دیگر رو به طلا تبدیل کردن، یعنی ساختار اتمیشو به طور کل تغییر دادن. حالا به هر صورت اکسیر میگوید: قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر، در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است، زبرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر، در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم، ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر، منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان، اگر ایشون نستانند روانی به من آر، ساقیا عشقت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به من آر،
دلم از دست بشد دوش، چو حافظ می گفت کی صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر. من امروز دوستان خدمت شما نشستم با یک جهان اندوه و کمتر روزی بوده است در این سالها که من تا این حد غمگین باشم و حقیقتاً حس فقدان کنم، حس بسیار بسیار دردناک از دست دادن دو دوست، دو برادر تقریبا همزمان، که این دو دوست دوستان قدیم من بودن. و خدمتتون عرض میکنم که روزگاری که ما رفتیم به این دانشکده افسری، اونجا ما خب آدم شروع میکنه آدم ها رو بررسی کردن و پیش خودش تفرسان نظر کردن. روی پله ها نشسته بودم تا اینکه یک جبین بسیار نجیب در واقع هوشمند دیدم که از کنارم گذشت، سلام علیک کردیم، همونجا ارتباط برقرار شد و با هم دوست شدیم. و در طول اون 3 سال تعلیمات همیشه ما با هم قدم می زدیم. یکی دو نفر بودن دوستان خیلی نزدیک من، یکی ایشان بود و دیگری کریم بود که کریم در شیراز است امروز و حتما این برنامه هم داره نگاه میکنه. و این 3 سال گذشت. این دوست عزیز من آقای محمد ابدی ناینی بود از شهر ناین، و میخوام خدمتتون عرض کنم که بعد از که من با این دوست گرامی آشنا شدم، فرصتی به دست آمد و گفت که من میخوام شما امروز ببرم یه جایی با برادرم آشنا بشید. ایشون هم افسر هستن، فارغ التحصیل شدن. رفتیم و با آقای ایرج ابدی آشنا شدیم، مرد بسیار مبادی آداب، بسیار هوشیار، انسان دقیق النظر و در معاشرت بسیار آدابدان و نکته سنج و بسیار شریف و نجیب. و من یک تصویر زیبایی از ناین در ذهنم بود پیش از این، و نجابت این دو دوست رو متصل کردم به خاک ناین. ناین یک جای کوچکی است، چون که می‌دونید نزدیک اصفهان، و در عصر مشروطه این تعداد رجال طراز اول و شریف و ایران دوست که از ناهین آمدن حقیقتا حیرت انگیزه. شما به اصل مشروطه مراجعه بفرمایید، نام مشیر و دولت صدرنشین نام رجال بزرگ ایران هست، حسن مشیر و دولت، که این بزرگوار در روسیه درس خونده بود و به ایران بازگشت و به مقام های بلند نخست وزیری رسید. در واقع پا گرفتن مشروطه حسن مشیر الدوله نقش اساسی داشت، و برادر ایشان حسین مؤتمن الملک، اینا به پیرنیا مشهور هستند، و من شنیدم که امروز در ناین به روح مشیر الدوله قسم میخورد از زهد، از پاکی، از بزرگواری و ایران دوستی. این دو برادر نظیر نداشتند. و وقتی که داستان استبداد زشت آمد و در واقع ایران دوستان رو، وطن دوستان رو، در واقع دوستداران آزادی و قانون رو به کنار ایران، حسن مشین الدوله بیکار ننشست و در واقع قبای صدارت رو به کناری گذاشت و قلم در دست نوشت و تاریخ باستان ایران رو نوشته که هنوز بهتر از اون نوشته نشده است.
و مؤتمن الموت که رئیس مجلس بود و داستان ها هست در باب این دو برادر. اما وقتی استبداد آمد نه تنها مشیر دوله و مؤتمن الموت رو به کنار دادن، رجال تراز اول که هر یکی در کالیبر جهانی بودند، من می توانم 100 رجل مشروطه برایشان نام ببرم که پایین ترینش از این رپابلیکنا و از این سیاستمداران آمریکایی 100 پله بالاتر بودن. اما ما به جای نرسیدیم. به چه جهت؟ به جهت چماق استبداد. دوست عزیز، شما وقتی بحث استبداد می شود، خواهش می کنم از شما، دست شما رو می بوسم، دو کار نکنید. یکی نگویید، فوری نگویید خارجی. دوم، مردم رو تحقیر نکنید برای توجیه استبداد. استبداد یک سم مهلک خطرناک هست که همه چیز رو از بین میبره. آدم هایی مثل مشیر الدوله، مؤتمن الملک، اینا از کار بکن رفتن. به قول روزنامه چی ها، مرگ مشیر الدوله بختتن مشکوک ناگهان. مشیر الدوله، من دیشب کتاب آبی رو میخوندم، سفیر انگلیس گزارش کرده است که دیشب مشیر الدوله فوت شد و معلوم نیست چرا، به چه دلیل مشیر الدوله فوت شد. بعد از این دو برادر، ما چشم ما روشن هست به دکتر حسین فاطمی. دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه مرحوم دکتر مصدق، که داستانش را میدانید، و چاقوکشی های شعبان بیمخ علیه او در مقابل دادگستری، اگر همشیره خودشون رو انداخته بودن، شعبان شکم ایشون رو پاره کرده بود به نفع دولت، به نفع دولت کودتا. اینا حقایق تاریخی است. شما یا میپسندید یا نمیپسندید، تاریخ تغییر نمی کند. و وقتی او رو برده بودن به بازپرسی، بله، نماینده رویتر میگوید من اینجا ایستادم، دکتر حسین فاطمی ناینی رو بردن برای محاکمه، شعبان بیمخ چاقو کشیده که این رو بدید من شکمش رو پاره کنم، شکمش رو پاره کنم. بله، دکتر حسین فاطمی رو با چند درجه تب روی برانکار بردن به میدان تیر و تیرباران فرمودن. و بعد داوود پیرنیا رو داریم. شما ببینید از یک جای کوچک ایران زمین چه مایه استعداد هاست. چرا اینا آمدن؟ چگونه است که از یک جای کوچکی مثل ناین این همه رجال بزرگ ایران دوست میتواند بروز و ظهور کند؟ چرا بعد نشد؟ به جهت اینکه استبداد همه چیز رو میسوزاند. هموطن، یه فضای بازی شد، استعدادها خود رو نشان دادن. و من احترام فوق‌العاده‌ای از اون روزگار تا به امروز برای ناین، و آرزومند اینم که من ناین رو ببینم و با مردمان نجیب ناین صحبت کنم، برم در این مغازه ها بنشینم و صحبت کنم و اون لحجه زیبا رو بشنوم. این دو دوست عزیز من لحجه ناینی رو با خود داشتن، البته هم محمد عبدی، هم عرض کنم ایرج، که البته ایرج رو من در واقع چند باری دیدم، یکی دو بارم که آمریکا آمده بودن رفتیم به دیدنشون، بیرون رفتیم با هم صحبت کردیم. مردی بود ظریف و نیک محضر و بسیار شریف، و همچنین خانمشون، خانوادهشون. محمد شاعر بود. من هم که گاهی مرتکب چیزها میشدم. زمانی که من آمدم آمریکا، ما نامه ها رو به شعر می نوشتیم. بله، و یکی از دوستانم یه گیرنده میفرستادیم که او جمع کرده اینها رو داره. یک دوستی فوق العاده بود و ایشون مرض قند داشت
ما با هم صحبت میکردیم، گاهی من زنگ میزدم و اینها. و امروز در واقع ما در غم این دوستان نشسته ایم. هفته پیش به من زنگ زدند که آقای محمد عبدی در اصفهان فوت شدند و ایرج بلافاصله بعد از مرگ محمد ایشون هم فوت شدن، دو دوست عزیز من. من درود میفرستم به خانواده های ابدی و همونطور که عرض کردم بسیار بسیار ناراحت هستم و پردم از عمر میرود نفسی، چون نظر میکنی نمونده بسی. و به سن ما که میرسیم رفت برفته شما شروع میکنید اخبار بد مرد دوستان رو شنیدن. حالا در این دو سال گذشته ما خبر مرگ 63 تن از همکلاسی ها رو شنیدیم، اما این دوست من، این نازنین، خیلی خیلی به من نزدیک بود و من بسیار بسیار ناراحت هستم و تسلیت میگم به خانواده ابدی در ارتباط با این دو واقعه ناگوار. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود مجدد بر شما هموطنان گرامی، امروز در واقع اندکی در باب تاریخ صحبت کنیم و من خیلی دوست دارم که شما صحبت کنید. حالا ببینیم که وقت چگونه است. دوست عزیز من آقای مهدی حاذق اعظم، دوستان بسیار بسیار خوب قدیم من هستند، برای شب صحبت میکردیم، گفتن در زمانی که ایشان تبعید شده بودند به فرانسه یه شب مهمانی بود و با خدمت تیمسار بودیم، تیمسار بهرام آریان ارتش بود. گفت سخنی گفت ایشون که در ذهن من ماند، و این که ما بزرگان، بزرگزادگان بی بزرگی هستیم. گفتم چطور تیمسار؟ گفت به جهت این که ما به هیچ وجه من الوجود تاریخ خود رو نمیشناسیم. خیلی این حرف به دل من نشست و خیلی خیلی این حرف حرف مهمی است. کسی تاریخ خود رو نشناسد، این بسیار بسیار عیب بزرگی است و پیامدهای خیلی 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 بد دارد. درست مثل کسی که دوی آقا پدر شما کی بود؟ پدرش رو نتون معرفی کنه. مادر شما کی بود؟ مادر رو نتون معرفی کنه. یعنی یک آدم بی‌هویت که چیزی برای بالیدن و نازیدن، چیزی که مایه غرور و شخصیت بشود و چیزی که او رو از کردارهای فرومایه باز دارد در بین نیست. در قدیم وقتی پهلوانی به میان می آمد خودش رو معرفی می کرد، می گفت من فلان هستم، پسر فلان، هفت پشتشو میگفت، یعنی من از نجیب زادگان هستم، من از تبار بزرگان هستم و به این قضیه میبالید و این هم بسیار بسیار مهم بود. در جنگ حنین وقتی مسلمانان شکست داشتن میخوردن، پیغمبر اسلام فریاد کشیده است که انا ابن عبد المطلب،
لا نبی بالکذب، یعنی حتی ایشون که پیغمبر خودش میدونسته که خدا اون رو برگزیده، اعتبارش رو از عبدالمطلب میگیره. یه منو باور کنید، من پیغمبر دروغینی نیستم، من پسر عبدالمطلبم. این داستان زندگی ماست متاسفانه. در روزگار پیشین بی‌آبروترین درس ها درس تاریخ بود، بعدش هم ادبیات. میخندیدن بچه ها، مسخره میکردن معلم تاریخ رو، مسخره میکردن معلم ادبیات رو، مسخره میکردن. به معنی که معلم ریاضی میومدن ساکت میشدن و احترام قائل بودن. به چه جهت؟ به جهت اینکه کشور به دست آدمهایی بود که خودشون هم بی‌فرهنگ بودن، نمیخواستن که در واقع کسی حس حیثیت بکند، حس شجاعت بکند، حس دلیری بکند، نمیخواستن. چون کسی که اجداد خودش رو شناخت، متکی شد به هویتی نیرومند، خیلی مشکله به سر او زدن و او رو تأخیر کردن و به هر راهی کشیدن بسیار بسیار کار آسانی است. این سعی که این آخوندها دارن برای براندازی تاریخ باستان ایران، از میان بردن اون غروره. از کردن خدمت شما، این اعراب مردم دلاور، جوانمرد و مغرور بودند، به غرور عقاب در این بادیه ها. برای شکستن غرور اینها و اینها رو زیر فرمان آوردن، نماز رو اختراع کردن. که هر روز صبح به صبح شما اظهار عجز بکنی، اظهار کوچکی بکنی، اظهار خفت بکنی، اظهار هیچ بودن بکنی، همه ی صفات خودت رو از خودت بگیری بدی به الله در آسمان و خودت خالی بشوی از صفات، و بعد بشود شما رو به هر دری کشید، از اعراب فرزانه. حالا فرزانه که میگم، تعداد فرزانگان کم بود، اما خصلت‌های عربی در اون روزگار، مهمان نوازی، دلاوری، غرور، افتخار به تبار و به نژاد. نژاد که میگم منظور عرض میکنم که ریسیزم نیست اینجا، که یعنی جد، یعنی پدران، اینا رو از میون برداشتن. از اون مردمی که در واقع با هم در صلح و صفا بودن و دارای اخلاق بودن و هیچ گونه مناقشات دینی بین اینها نبود، و هر کسی در هر جا مورد تغییر واقع میشد میآمد اونجا یک معبری درست میکرد و اینها با بلند نظری اونها رو میپذیرفتند، یک مش مردم جرار خونخوار پول پرست به وجود آوردن که اینها شکم یکدیگر رو می‌دریدن. شما تاریخ عربستان رو در نظر بگیرید، از زمانی که تاریخ گواهی می‌دهد تا زمانی که اسلام ظهور کرده شاید 500 نفر کشته نشد در این جنگ‌ها. اما وقتی که این داستان به میان آمد، میبینیم در یک جا، در یک حرکت، مصعب ابن زبیر 6000 نفر رو سر میبره. موجودات درنده ای از اینها ساختن. وقتی غرور اینها رو و شرافت اینها رو از میان برداشتن، تحت نام الله و زیر نام جهاد و
و حلال بودن تجاوز به زنان مردم و بردن اموال مردم، اینا دیگه دایری از اخلاق باقی نمون. فراموش کرد عرب که چه کسی بود و چه اخلاقی داشت و چه بزرگواری ها داشت و حاتم طائی در میان اینها بود، امرؤ القیس در میان اینها بود، چه مایه شعرا در میان اینها بود. اینها از میان رفت. کار ما هم همچنین هست. ما دیگر اون فرزندان خشایارشاه نیستیم متاسفانه. هیچ اطلاعی نداریم که بدانیم هستیم. امروز ما بردگان آخوند هستیم. این موجودات موزی، مثل حشرات موزی و فرومایه که هیچ فضیلتی بر اینها متصور نیست و دشمنان قسم خورده این مملکت و مردم این سرزمین هستند. در واقع ایران رو به اسارت گرفتن. 80 میلیون اسیر ما در ایران زمین داریم. یه وقتی میخواد حس آزادی بکنه به پستوی خودش میره، در پستوی خانهش. حس آزادی رو شخص در جامعه میکنه، فعالیتهاش رو به عنوان انسان آزاد در جامعه انجام میده، حزبش رو در جامعه تشکیل میده، گفتهاش رو در اونجا میگه، قلمش رو در اختیار جامعه میذاره، بیانش رو، زبانش رو، هنرش رو، از تئاتر بگید تا سینما. این امکانات نیست. خفه کردن این آخوندها یه ملتی رو. و من میخوام به شما هموطن عزیزم بگویم که به این خفت و خاری نباید تن در داد. ما بدهی به این آخوند و ملا نداریم. ما به اسلام بدهی نداریم. اینا یک عمر ما رو غارت کردن و تحقیر کردن و اموال ما رو دزدیدن، بزرگان ما رو به قتل رساندن، شرف و حیثیت ما رو برباد دادن، بازماندگانش رو هم ما داریم نوکری میکنیم و حضرت آقا و حاج آقا و این حرفا. و به عنوان انسان برادر من، در بین دو بی نهایت آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. یک ثانیه هم نیست در واقع در قیاس با طول و عرض تاریخ و عمر این کره زمین. 4.5 میلیارد سال رفته، شاید 5 میلیارد سال دیگه هم باشه به خاطر خورشید مثلا. این هدیه ارجمند و این هدیه‌ای که در واقع قیمت گذاری بر اون غیر ممکن است رو طبیعت یا خدا به شما داده است. این یک باره، تکرار نمیشه. این برای نوکری الله نیامده. این برای نمیدونم نوکری فلان پیغمبر نمیدونم بیابانهای عربستان و نوکری حبیب ابن مظاهر و نمیدونم اون دستورات وحشی بیابانی. آقا شما آمدی آزادی آزادی آزادی، هر کاری میخواهی بکنی، اون چیزی رو که دوست داری تعقیب کنی، هدفی رو که داری دنبال کنی، زندگی توست. تا جایی که البته به دیگران صدمه نزنی. زندگی نیست ما داریم در ایران. این خود الله اگر آسمان می آمد به زمین می گفت من الله هستم، حالا می خوام شما رو شلاق بزنم، بایستی یقش رو گرفت و با اردنگ از اون خاک مقدس ایران بیرونش کرد.
تا چه رسه به بقیه. این گروه لاشخور همه کار خواهند کرد که قدرت در دستشان بماند. نه اخلاق میشناسند، نه خدا میشناسند، نه دین رو میفهمند، نه دغدغه دین دارن، نه دغدغه معنویت. دغدغه کیسه دارن. بعد از 2500 سال حکومت، ما آدم های بیابانی نبودیم که دیروز جمع شیم بخوایم حکومت درست کنیم. یه ملای بی سواد عقب افتاده جنایتکار که تصوراتش هولناکتر از تصورات هیتلر هم بوده بیاد برای ما حکومت درست کنه. بکشید دشمنان اسلام را. این پرچم مقدس ملی ایران ظرف یک دقیقه از میان رفت. دور کنید این چیر خورشید ملعون را. اونجا ما میبایستی که یقه میدریدیم. مگه ممکنه بیاد که کسی پرچم ملی مملکتی رو کاره بکنه و توهین بکنه و یک عنکبوتی بچسباند بگوید این که من میگویم پرچم شماست. ما خود رو گم نکنیم، اندکی بیاندیشیم ببینیم ما که هستیم، اینا که هستن، اینا چه میگوین. آقا از انگشت پا تا مغز سر اینا در فساد و دروغ غرق هستن به وجهی که امکان نداره این کشور درست بشه. از بام تا شام دروغ. و من اینجا تا اونجا که به خودم مربوط هست میخوام به این آقایون یه پیامی بدم. آخوند محترم، تو که آمدی کشتی، زدی، دزدیدی، خوردی و مشغول هستی، عقلا 300-400 هزار آخوند دایی بر منابر نشستن از بام تا شام دروغ به مردم میگوین. هر چه میگویید دروغ است. میلیون ها دلار روزمره با تلویزیون ها و رادیو ها و نمیدونم قلم به دستان اینها دارین تبلیغ برای خودتون میکنین. انواع و اقسام آدم ها رو به اقصانقاطی گیتی میفرستید برای خودتون تبلیغ بکنید. این اسلام عزیزم که 1400 سال توبرش رو به کول میکشید و این قرآن کریم و اون علی ابن ابی طالب و اون 12 امام و همه این عرض میکنم فقها ها و مفسرین و محدثین اینا رو هم که داری طاقت یه بلنگوی یک دلاری نداری. از گوشه و کنار ایران به من میگوین که آقا همه چیز صاف و پاک داره پخش میشه. به محض این که آر به این سرزمین جاوید میاد، آقا پارازیته که میاد، نمیدونم با چند هزار نمیدونم واحدش چی هست. یعنی شما با این همه دارایی اینقدر فقیر و ترسو هستین که از دو تا کلمه حرف میترسین. من میدونم چرا میترسین، چون دروغ میگی، دروغگو هستین. 100 هزار دروغ در مقابل یک راست تا تاب مقاومت نداره. از خراسان، از جاهای دیگر زنگ میزنن آقا، حتی میگن نمیذارن شما این حافظ رو بخونید یه غزل برای ما. همچین که این آرم سرزمین جاوید شد، پارازیت ها رو اسلام رها میکنه. شما که ماشاءالله با این همه دارایی شما رو دینامیت نباید تکون بده. از چه میترسید؟ که نکند یک سخن راست به گوش مردم برسه.
بعد این سو و اون سو آدم میفرستن که بله ما از اوناش نیستیم، ما آدم های چنی هست میرن به دیدن پوپ، آدم جنایتکاری که دستش به خون هزاران جوان آلوده است، و کسانی که برای این رژیم کار میکنن، حلقه نخستین از سپاه پاسداران بگیرید تا اون مجلسیان و غیره، همه اینا جنایتکار و دزد هستن، فاسد. تصور نفرمایید با این برداشته شدن این تحریم ها خبری خواهد شد و ایران به سعادت خواهد رسید. راه سعادت ایران از دموکراسی باید بگذره، هموطن عزیزم، از حاکمیت ملت، مردم ایران با 4 دلار پول کثیف چینی رو نمیدونم چه 4 دلار چیزه، 2 تا کارخونه ایتالیایی و اینا به جایی نمیرسه. فراموش نکنیم که هستیم. من داشتم جنگ نادرشاه رو با توپال پاشا میخوندم. این از فرط غیرت، از فرط غرور در بسن این گریه امان نمیده. این گریه یه گریه غم اندوه نیست که یک رجل ایرانی، یک جنرال ایرانی با اندک سپاه برای حفظ این سرزمین شریف و نام بلند این سرزمین شریف چه دلاوری ها میکنه، چه مایه دلاوران به خاک آوردگاه افتادن به قول فردوسی. این مایه دلاوران مثل نادرشاه، مثل شاه عباس، مثل کوروش کبیر، هزاران دلاور به خاطر این مملکت کوشیدن، با همت و با زخم به قول قدما میگفتن تیغ آبدار این سرزمین رو و شرافتش رو صیانت کردن که حالا آقای علی بنشین اونجا و فرزندش 4 تا آخوند دزد فرومایم بشین بنشینن اونجا حکومت کنن. هر کس نفس بکشد من نفسش رو میبرم. به اسارت گرفتن این مردم رو، مردم ما بیمار شدن از دست اینا. خفه میکنن مردم رو، سخن نگفته خفه شده شخص. یک مش اجامر و اراذل در ایران بودند، اولیش خود آخوندها و بعد چاقوکشا. اینها ایران عزیز ما رو در قرن 21 دارن رهبری میکنن. شما این احمدی نژاد رو در نظر بگیری و اعوان انصارش رو و وزراش رو و سخن گفتنش رو و ناسیهش رو و ادبش رو ببینید، این آیا شایستگی اینو دارد که بنشیند به جای میرزا تقی‌خان امیرکبیر یا احمد قوام یا بزرگمهر حکیم؟ پس بر ما چه رفته واقعا؟ مگر میسر این همه انحطاط؟ اینا نیست جز اون که ما فراموش کردیم که هستیم بزرگزادگان بی بزرگی، بزرگزادگان بی بزرگی. اجازه بدید که خواهش کنم سپهر گرامی یک موسیقی دیگر پخش بکنن، بعد خط سرزمین جاوید رو باز میکنیم، با شما صحبت میکنیم. تلفن پشتیبانی 818 345
06-07. سپاسگزاری. شروع کنید لطفا. شما هموطنان گرامی، ناصر خسرو یک قطعی دارد، بیت پایانی، میگوید نعمت منعم چراست دریا دریا، محنت مفلس چراست کشتی کشتی. شما نگاه کنید به این ساختار تهران، زشت‌ترین شهر جهان تهران است. هیچ هارمونی در این شهر شما نمی‌بینید، به بالاش و پایینش و شرقش و غربش و اینا، به جهت اینکه مش نوکیسه دوست جمع شده نمی‌فهمن دارن چه کار میکنن، نمی‌فهمن دارن چه میکنن. و در این گیرودار یک مش قلم به دست گیج گیج واقعا دارین، معلوم نیست حرفاشون چی هست، چه میخواهن، گم کردن مطلب رو. مطلب گم شد آقا، مطلب گم شد. مطلب چه بود آقا؟ از عباس میرزا نگاه کنیم ببینیم مطلب مشکل این مملکت چه بوده. مشکل این مملکت دولت مطلقه استبداد بوده، عقب افتادگی بوده، استعمار بوده، قانون نبوده، آزادی نبوده. مشکل همون مشکل روزگار عباس میرزاست و روزگار مشروطه است و اینا. هیچ کنم اینا که حل نشده که، هر کسی خر خودش را میراند. بازاری شده، اینم بازاری برای کسب و کار شده. بدبختی و بیچارگی ملت سرمایه شده برای مالندوزی، کلاشی در خارج کشور. آقا این مملکت نویسندگان داشت، متفکران داشت، آقا میهن دوستان داشت. چیزی بر جای نیست. هر کسی در دنیا گفت ای خیر خیر خلایق، مستید و منگ یا به تظاهر تزویر میکنی. دیگه احمد شاملوست من یادم نمیاد. خط رو لطفا باز کنید، خط سرزمین جاوید رو، 972-292-0101، با هموطنان صحبت کنیم. ما اینجا به قول آخوندا قبل ما فاحش است، یعنی اون که ما که شما رو نمیبینیم، محرومیم از دیدار شما. فقط فرصت هایی به دست میاد در این جلسات و دل ما باغ باغ باز می شود به قول معروف از دیدار شما هموطنان عزیز و بزرگوار. اما در این اتاق ما به یک دوربینه که قطرش 2 میلیمتر بیشتر نیست نگاه میکنیم و همین رو داریم. از دیدار شما محرومیم، حداقل صدای شما رو بشنویم. الو بفرمایید. بفرمایید قربان. قربان شما، خیلی ممنون. ازتون یه خواهشی داشتم، اگر امکان داره میتونیم وکالت سلمان فارسی رو به عهده بگیریم؟ وکالت سلمان فارسی رو به عهده گرفتن خیلی کار مشکلی است. بله میدونم، به خاطر همینم ازتون خواهش کردم که به خاطر همین دیکتاتوری، به خاطر همین مسائلی که تو ایران وجود داره، ما باید به ریشه ها بریم. اگه امکان داره وکالت سلمان فارسی رو به عهده بگیریم. امروز روز 19 بهمن، روزیه که خیلی از جوانای ما زیر خاک هستن. بله. نمیشه.
خیلی قربان شما، خداحافظ شما. بفرما قربان. از کجا قربان؟ از باستون هستم قربان. از باستون. حرفتون یک دقیقه نگه دارید دوست عزیز، من میخوام به شما یه چیز عرض کنم و اون این که یک روزی بایستی این کتاب های آسمانی رو بیاورن در مقابل دادگاه جهانی بشریت محاکمه کنن و محکوم کنن. این مایه بدبختی و بیچارگی و عقب ماندگی که اینها به میان انداختن باید محاکمه بشن. نویسندگانشون قیابی باید محاکمه بشن به خاطر جنایاتشون علیه بشریت و عقب ماندگی انسان و گسترش تعصب و کشتار و جنایت. بفرما قربان، بفرما. ممنونم از شما عزیزم، بگو. خیلی ممنون، من خیلی خوشحالم. من اول از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه‌ای که دارید. من خودم و خیلی دیگه، شاید خیلی نمیگن ولی ما خیلی از شما بسیار چیزا گرفتیم. خب من سوالم اینه و در رابطه با کودتای 28 مرداد، این دلیل اصلی این کودتا چی بود؟ آیا دلیلش بخاطر نفت بود؟ فقط نفت بود که دلیل اصلی بود که انگلیس و آمریکا میخواستن قیمت نفت رو کنترل کنن؟ یا دلیلش این بود که نمیخواستن حکومت دموکراسی در ایران وجود داشته باشه که شاید از اون طریق بتونن ایران رو بهتر کنترل کنن؟ و این دلیل واقعیش چی بود؟ من اینو میخواستم شما بپرسم. بله، گوشی خدمتتون باشه عزیزم، خدمتتون عرض میکنم. قربونتون برم. عرض میکنم که گفت که این یک سخن مفصلی است، نمیشود کوتاه کرد، اما خدمت شما به سرعت عرض خواهم کرد که دلیل کودتا چه بود. کسی به کار ما کاری نداشت دوست عزیز، خارجی به کار ما کاری نداشت، رها کرده بود تا اینکه بوی نفت در آمد. دوباره ما دلیلی پیدا شد برای ما که اینها وارد بشود، نفت. و بعد یه عنصر دیگری پیدا شد و اون عنصر عرض می کنم که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کمونیسم در جهان. این دو رو به خاطر داشته باشی. سودی که انگلستان می برده از نفت ایران نگفتنیست، نگفتنیست. و مشهور است که انگلیس جنگ اول رو با شنا کردن از دریای نفت ایران برد و به ساحل رسید. و آمریکا رو داریم که سیاست خارجیش بر محور containment of the Soviet Union، یعنی محاصره و در واقع نگهداشتش. وقتی که نفت ملی شد و انگلیس ها رو در واقع خلعیت شدن از سرمایه های ملی ایران زمین، خود اینها شروع کردن به کارهایی، حتی نقش جنگی کشیدن که حمله بکنن چنین و چنان. و در آمریکا یک مردی بود که به درستی قضایا رو میدید و احترام فوق‌العاده برای رهبر مردم ایران قائل بود، و اون آقای هری ترومن بود. با رفتن ترومن، آقای جنرال دوایت دی آیزنهاور که یک جنرال جنگ دوم بود و فرمانده کل قوا بود آمد و اون سیاست تازه آغاز شده بود، یعنی containment of the Soviet Union. آمدند و قانع کردند آیزنهاور را که آقا اگر که ما این کار رو نکنیم و این حکومت رو سرنگون نکنیم، این توده ها مملکت رو خواهند گرفت
و روزها به آبهای گرم خلیج فارس دست پیدا کرد و نفت جهان که از اونجا عبور میکنه، یک ششم نفت جهان اون زمان میگفتن، در دست روزها خواهد افتاد. بر این پایه اینها موافقت کردند و اون کودتا رو به انجام رساندن. یعنی پس دو علت داشته، یکی موضوع نفت بوده، یکی هم سیاست خارجی آمریکا برای اینکه پایگاه خودش رو محکم کنه. اگر نگاه کنید به پرونده این داستان، میبینیم که بعد از این ماجرا حزب توده رو عرض کنند که غیرقانونی اعلام کردن و چه مایه آدمهای بیگناه رو آوردن، تیرباران کردن و کشتن. و عرض میشود که به چه بهانه هایی هر کسی که لیبل چپ داشت او رو میگرفتن و سرکوب میکردن برای اینکه ارباب راضی باشد. در اینجا متاسفانه ما استقلال نداشتیم در این دوره ها، دولت های ما چشم واشنگتن داشتن و عوضی که چشم ملت داشته باشه. و این یک زیان و خسران بزرگی برای کل منطقه بود، چون ایران مهمترین کشور منطقه است، چنانچه این دموکراسی توسعه می‌یافت و ایران به دنجایی که میباید میرسید به لحاظ قانونی حتما سرریز میکرد و کشورهای دیگر رو به دنبال خودش میکشید. بزرگترین زیان رو خود اینها دادن، هنوز دارن مکافات اون داستان رو پس میدن به گمان من. این خلاصه مطلب بود و من میشنیدم در یکی از این تحلیل ها که میگوید که انگلیس ها و آمریکایی ها که نشستن گفتن این مرد یعنی مصدق he is too nationalist to stay in power، و این وطن پرستر از اونی هست که ما بتونیم تحملشو بکنیم بر سر قدرت. هلو، سلام از ما قربان، بفرمایید. برام مشیری همینجا داره با شما صحبت میکنه، بفرمایید. عزیز من شما زنگ زدید داری با من صحبت میکنید، صداتون هم پخش میشه، بفرمایید. بفرمایید عزیزم، بفرمایید. الو بفرمایید. بلندتر بفرمایید عزیزم. صداتون اصلا نمیرسه. الو. الو. آی مشیری. بفرمایید. صدای من میرسه؟ بله بسیار فصیح و خوب میرسه. بفرمایید. بعد از 28 مرداد حزب توده رو غیر قانونی شناختن، در صورتی که بله بعد از تیراندازی، بعد از تیراندازی به شاه بود. منظورم چیز تاریخیش بود عزیزم، حالا منظور من اون نبود که بلا فاصله، من میدونم که حزب توده رو قانونی کرده بعد از تیراندازی و بعد از تیراندازی و اعلی حضرت جان در اومد کار داشتن، در صورتی که انگلیس ها قائم مقام رو کشتن، در صورتی که امیر شبیر رو کشتن، نفت در نیومده بود. قربان شما چرا انگلیس ها رو چه کردن؟ نفهمیدم. انگلیس ها قائم مقام رو در زمان محمد شاه دادن کشتن، بعد هم امیر کبیر رو در زمان ناصر دین شاه دادن کشتن، نفتی وجود نداشت. اجازه بدین دوست عزیز اجازه بدین. خیلی از شما عذر میخوام، اگر لطف کنید توجه کنید عرض میکنم.
موضوع کشتن قائم مقام عزیزم چیز دیگری بود، موضوع قتل میرزا طی‌خان امیرکبیر چیز دیگری بود. اینا رو شما با هم نیامیزید. داستانه اینها رو بروید بخوانید لطفاً، به خصوص کتاب خیلی خیلی مهمه امیرکبیر و ایران فریدون آدمیت رو بخوانید. اونجا خواهید دید که ماجرا چه بوده و داستان چه بوده. نقش انگلیس ها چه بوده، عقلی ناصرالدین شاه چه بوده، نقش مادر شاه چه بوده، میرزا طی‌خان امیرکبیر که آمد دست درباریان رو کوتاه کرد، حقوق چاپلوسان رو برید و با قدرت تمام حکومت کرد و اصلاحات بی‌نظیر آورد. اینا همه در صدد قتلش بودند و کار را عملی کردند. این شاه هم بسیار جوان بود، در مستی از او یک حکمی گرفتند و به اجرا رساندند و در فین کاشان میرزا طی‌خان رو کشتند. اونجا در واقع نقش روس‌ها مهمتر بوده اگر نگاه کنید، به جهت اینکه برای حفاظت میرزا طی‌خان یک شب یک گروهی فرستادن سرباز در اطراف خانه که ازشون سیانت بکند و به ناصرالدین شاه حالی کردن که روس‌ها نقشه ها دارن برای امیر و داستانش خیلی مفصله. اگر توجه کنید و کتاب رو بخوانید شما خواهید دانست که موضوع میرزا طی‌خان چه بوده. دوست عزیز، ولی وارد شدن انگلیس ها در سیاست ایران، من خدمتون عرض کردم چند جلسه، اینا از روزگار قدیم وارد شدن، اما به گونه ای که بعد از کشف نفت و وارد شدن به قضایای اقتصادی و کنترل در واقع سرمایه های ملی ایران، نقش اینها بسیار بسیار پررنگتر شد، به لحاظ اینکه سود فراوان می بردند و اینها در کتاب ها هست که فرض بفرمایید میزان پولی که به مردم ایران می دادند یک جزئی بود از مالیاتی که همون کمپانی به دولت انگلیس می داد. اینا خیلی مسائل پیچیده است. خورمتون برم. الو بفرمایید. آقای مشهی سلام هست کردم. سلام بر شما. سعید هستم از گیرزیم یا زنگ زنم. یک سوال دارم و یک عرض دارم. جانم بفرمایید. شما بارها فرمودیم که یعنی معرفی کردیم پیامبران عهد جدید رو. میخواستم دو جدو در باشید. بذاریم که نهادر که دیگه شما معرفی کنیم. خود شما هست. خواهش میکنم عزیزم، من رو خجالت میگید، قربونتون برم. خیلی محبت دارم. در ضمنی که میخوام اینم چه میان واشنگتن دی‌سی، یه بار فرمودیم که بله، هر شبت که در واشنگتن حتما خواهم آمد خدمتون. یه خورده هوا یکم بهتر بشه خدمت شما میرسم در واشنگتن. خدا حافظ شما عزیزم. خدا حافظ شما. الو بفرمایید. قربان شما عزیزم بگو. الان یه سوال خیلی مهمی داشتم از شما جانم. البته نه برای ما به طور دقیق بگید که چون برنامه شما را دنبال بکنم هیچ کس یه چیز مشخصی و یک سخن برای ما راجه به این مطلب نگفتید که آیا این جهان هستی خدای داره و اگر خدای داره اون خدای چیه و اصولا ما انسان ها روی زمین باید دنبال چه دین و مذهبی باشیم و
چدین و مذهبی ما را به سعادت هر جده میرسونه. خیلی ممنونم عزیزم. ببینید این سوالی که شما از بنده میکنید که واقعا باز خجالت من است که بیام اینجا بنشینم و خدا رو کشف کنم و بعد تکلیف تعیین کنم که مردم چیکار بکنن برای سعادت. عزیزم ببینید دین امر عقیدتی است، دین مبتنی بر عقیده است، مبتنی بر حقیقت نیست. یعنی هر کسی داره عقیده است. آقا یکی دنبال مار بوهاست، یکی با سوسماره، یکی چسبیده به الله، یکی چسبیده به یهوه، یکی چسبیده به چیز دیگه. اینا عقاید آدم هاست. آدم ها در عقاید باید آزاد باشن و هر آینه که میخوان پرستش بکنن، اما با اینها نمیشود حکومت کرد، چون در اینها حقیقتی در اینها نیست. و اگر قوانینی در اینها هست اونقدر کهنه و اونقدر عقب افتاده و اونقدر جنایت‌آمیز است که با وضعیت قرن 21 یعنی با انسان مدرن سازگاری نداره. عزیزم شلاق زدن، چشم درآوردن، دست و پا قطع کردن، نمیدونم سنگسار کردن، اینها چیزهایی است که انسان جدید اینها رو نمیتواند به عنوان قانون. دین محترم هست به جهتی که انسان محترم است، اینو عرض کردم. باید ما گاری رو که نباید دوباره اختراع کنیم. آقا اروپایی ها 1000 سالی مشکل رو داشتن، ما 36-37 سال است که مشکل رو داریم. اروپایی ها چندین قرن آمدن گفتن بهترین راه این هست که این آقایون رو بفرستیم در همون مساجدشون، در همون کلیساهاشون، هر چه میخوان بگوین، مردم هر کار میخوان، هر چه میخوان پول به اینا بدهن. اما حق این که وارد سیاست و وارد امور اجرایی کشورها بشوند و جوامع رو ندارن، غیر قانونی اعلام بکنن. آخوندها را هم همینطور بایستی فرستادشون مسجد، هر چی میخواهن ذکر حسین بکنن از بام تا شام. عرض میکنم که منتظر حضرت امام بنشینن برای ظهور، تعلیماتشون رو بگوین، هر کس هم دلش میخواد بره و بنشیند و گوش بکند. اما اینها سرنوشت ملت رو نبایستی به دست بگیرن. دین از دولت بایستی جدا باشد دوست عزیز. این درد بزرگ ماست، مطلقاً بایستی جدا باشد، این گرفتاری ماست. و گفتن که ما وقتمونم تمام شده. هموطن گرامی عرض کنم من در جواب هموطن عزیز به طور مفصل ماجرای کشتن قائم مقام رو که به دست محمد شاه شد، چون جامعه اون عصر مرد بزرگی مثل قائم مقام رو بر نمیتافت و دستور قتلش رو محمد شاه داد و میرزا تقی‌خان هم، من به بعض مطالبش اشاره کردم اما اینها رو به طور مفصل خدمتون خواهم گفت. از سپهر گرامی بسیار سپاسگزارم، از شما هموطنان عزیز و بزرگوار سپاسگزارم که توجه فرمودی، از سفر تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.